خداوند قلوب ما را به نور ایمان و معنویت، چشم ما را به جمال منجی عالم بشریت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و منور گرداند، به همه ما توفیق عنایت نماید، دستورات پیامبر گرامی اسلام، خاندان طاهرینش و در رأس دستورات پروردگار عالمیان را سرمشق و سرلوحه زندگانی من قرار دهیم. آخر ماه سفر روزهای بسیار غمبار و یادآور رحلت شایسته‌ترین مخلوق الهی خاتم پیامبران، پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت سبط اکبرش کریم اهل بیت اسوه مهرورزی امام حسن مجتبی علیه السلام دومین امام معصوم و شهادت سامن الائمه امام علی ابن مسرزا علیه السلام است. پیامبر بزرگوار اسلام بنابر منابع علمای بزرگوار اهل سنت دوازده ربیع الاول و بنابر منابع علمای اهل تشیع 17 ربیع الاول در مدینه سال عام الفیل یعنی سال 570 میلادی متولد شد. پیامبر بزرگوار اسلام پس از 23 سال ابلاغ پیام الهی و مجاهدت طاقت فرسا در 63 سالگی در 28 صفر سال 11 هجری قمری در مدینه از دنیا رفت و سببی در گذشت پیامبر بزرگوار اسلام که 14 روز مریض شد زهری بود که توسط پیرزن یهودی و پیامبر بزرگوار اسلام خورانده شد. امام حسن مجتبی علیه السلام در 15 ماه مبارک رمضان سال 3 هجری قمری در مدینه متولد شد و پس از حدود نزدیک 10 سال عهده‌دار امامت در 28 صفر سال 50 هجری قمری و در 47 سالگی توسط زهری که به آن حضرت داده شده بود به شهادت رسید. امام علی ابن مسرزا علیه السلام در 11 ذی‌قعده 148 هجری قمری در مدینه متولد شد و پس از 20 سال عهده‌دار امامت در 55 سالگی در
خراسان و شهادت رسید در اثر زهری که خورنده شده بود و در توس دفن شد که بعدا مشهور شد به مشهد. این سه تا مناسبت را به پیشگاه مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و به همه مسلمانان جهان مخصوصا به شما عزیزان و حاضرین در جلسه تسلیت عرض می کنم. این جلسه هم برگزار است از سوی مجتمع یا مجمع فرهنگی کوثر به همت توانای مؤمنین که زحمات را کشیدند. جلسات قبلا برگزار شد، بعد از این انشاءالله به یاری خدا باشکوه‌تر از این برگزار خواهد شد. تلاش های صورت گرفتن، چه اونهایی که با حضور خود، چه اونهایی که با امکاناتی که در دست دارن و سهم میگیرن در برگزاری این گونه مراسم و جلسات، چه اونهایی که نظر میدهن، ایده یعنی لحظه در آشپزخانه آمادگی میگیرد برای پذیرایی شما، ایده در رابطه با این دو تا سالونی که برای شما عزیزان و مؤمنین و مسلمانان تهیه کردن، تلاش کردن و این فرصت را مهیا و زمینه سازی کردن. ما دعا میکنیم، در 28 صفر هستیم، در روزهای بسیار غمبار که مربوط به پیامبر اسلام و نمادگانش است، که اجر همه را پیامبر اسلام در دنیا و آخرت برای عزیزان عنایت فرماید. قدم هایی که در این مجال زحمت می کشند انشاءالله که همه باقیات و صالحات باشد. عزیزان، هر قدر که انسان کار خوبی کند در این دنیا، اگر به نسل های بعدی منتقل شود، هر چی نیکی کند ثوابش شریک است. مثل که بعضی ها روز قیامت تعجب میکند، خدای من که کربلا نرفتم، من که زیارت خانه خدا نرفتم، این همه اعمال در صفحات اعمال من درج شده. میگوید قدم خیری که برداشتی و بعد از خود دیگران آمدن، تو هم در ثواب شریکی. خدا نکند که انسان کار بدی را انجام بدهد، هرچه نسلا در نسل دنبال رو همون عمل بد باشد، باز هم در عذاب شریکه. ما دعا میکنیم انشاءالله که روز قیامت پیامبر و اهل بیتش دستگیر کسانی باشد که هر کس به گونه در برگزاری این گونه مراسم سهم میگیرد و قدمی برمیدارد، انشاءالله اجری همه با پیامبر و اهل بیتش.